سلام خدمت دوستان عزیز. خب ما جلسه قبلی قسمت ایمیل رو انجام دادیم، بریم سراغ قسمت کامنتمون. البته من پروژه رو فکر کنم استاپ کردم یه لحظه. خب من پروژه رو دوباره ران کردم، یه ریلودش بکنم. خب بریم سراغ قسمت کامنتمون. اینو رو API روتش رو بنویسیم. برمیگردم اینجا، اینا رو میبندم مال جلسه قبله. اول تو کامنت لیست، خب این که اوکیه. خود کامنت یه چیزی رو من باید درست کنم، یادم رفته. اجازه بدید الان پیداش کنم. نیو کامنت، اینجاست. یه اوتو کامپلت هم به این اضافه کنم. برای اینپوت هم اینا اضافه کنم. تکست ایریا نیاز نداره. خب همین، بریم سراغ ادامه کارمون. میام تو ای پی آی، میخوام یه دونه این دفعه داینامیک ای پی آی روت بنویسم، چون برای ایونت های مختلف قرار این کار بکنه. پس چیزی که جلسات قبل رو صحبت کردیم داینامیک رو، این چه اینجوری شد رینیم. خب اسمشو بذاریم event id.js برای ایونت های مختلف. فانکشن هندلر یه ریکوست داره، یه دونه ریسپانس. خب اینو فعلا داشته باشیم. اکسپورت دیفالت هندلر. خب ما دو جور بچه ها ریکوست خواهیم داشت. یه ریکوست میاد برای اینکه شما یه کامنتی رو کاربر من نوشته، اونو ببرم تو دیتابیس ذخیره کنم، از نوع پست میشه. یه ریکوست هم میاد که میگه لیست کامنت ها رو بهم بده. پس دو تاشو باید اینجا در نظر بگیرم. ایف میگم اگر ریکوستم متدش از نوع پست بود، یه حالت بشه. اگر ریکوستم متدش از نوع گت بود. خب تو این دو حالت باید چیکار بکنیم؟ اول بریم سراغ این که در حقیقت من اول نیاز به ایونت آیدیم دارم. این اول باید بفهمم که تو کدوم ایونت هم هستم. خب برای اینکه بخوام بفهمم تو کدوم در حقیقت ایونت هستم، خیلی ساده میرسم const event id برابر است با request.query.event id. به این ترتیب من میتونم به ایونت آیدی دسترسی داشته باشم. خب تو مرحله بعدی من باید به کامنتی که کاربر من اینجا وارد میکنه دسترسی داشته باشم. این کامنت من یه ایمیل داره، یه دونه اسم داره، یه دونه خود کامنته. پس یه ایمیل، یه دونه اسم، یه دونه کامنت. و سه تا چیز من باید دسترسی داشته باشم. میام اینجا توی اولی، توی پست، چون ریکوست ما اینجا از نوع پست وقتی داره کامنت میاد، میگم اون بادی ریکوست من باید سه تا چیز توش باشه. من دی اکستراکچرش میکنم. یه ایمیل داره، یه نیم داره، یه دونه خود تکست. request.body. خب تو استپ بعدی من باید یه چند تا چیز رو چک بکنم، خیالم راحت باشه کامنتی که داره میاد درسته. میگم اگر ایمیلی که وارد شده بود داخلش ادساین نداشت یا اسم وارد نکرده بود اصلا، یا اسمی که وارد کرده بود اسپیس خالی بود، این اصلا چیزی تایپ نکرده بود، یا اصلا تکست نزده باشه، حالت مختلف داره.
یا تکستی که وارد کرده اسپیس خالی باشه، یعنی من اسپیساشو حذف بکنم هیچی نمونه. تو این حالت حتی این دوتا رو برعکس نهاد بکنم، اینجوری باید بشه. تو این حالت کامنتی که کاربر من وارد کرده ولید نیست. چرا؟ چون یا ایمیل رو درست وارد نکرده، ادساین نداره، یا اسم خالیه، یا اسم اسپیس خالیه و الاخر. تو این حالت جوابی که به کاربر میدم با استاتوس کد 422 خواهد بود. جیسون مسیج اینوالید اینپوت و ریترن بکنه بیاد بیرون. دیگه اصلا نمیخوام چیزی اجرا بشه. اما اگه نه، شرط من درست بود، یعنی کامنتی که کاربر من وارد کرده بود مشکلی نداشت و اوکی اوکی بود، اون وقت چی کار بکنه؟ پس از این ایفه میام بیرون، میگم اگه شرط من درست بود، هر این 5 تا شرط اوکی بود، میام یه دونه وریبل میسازم به نام نیو کامنت. از این اطلاعاتی که کاربر من وارد کرده ازش یه دونه کامنت میسازم که بتونم تو دیتابیس هم ذخیره کنم. هر کامنت باید یک آیدی داشته باشه. آیدی رو با دیت میدم، دقیقا کاری که قبلا کردیم. تو ایزو استرینگ یه دونه ایمیل خواهد داشت، یه نیم، یه تکست. بعد این رو کنسول لاک میکنم که ببینمش و یه ریسپانس هم به کاربرم برمیگردونم با کد استاتوس کد 201، یعنی موفق بوده جیسون. یه مسیج هم بهش نشون میدم، added comment، و خود کامنت هم بذارید پاس بدم بهش، بدم بهش داشته باشه شاید دادش خود کامنت. این کامنتی که ساختم خب، حالا بریم سراغ ریکوست گت. توی گت کاربر من درخواست داده که کل کامنت هایی که تا این لحظه وجود داره بهش نشون بدم. چون هنوز من اینو به دیتابیسی وصل نکردم، میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه وریبل خودم درست میکنم، خب الکی بچه، یه لیستی از کامنت های الکی، دامی لیست اسمشو میذارم، که یه مجموعه کامنته، هر کامنتی آیدی داره، مثلا آیدی اولیو میدم C1 مثلا. اینا الکی بچه ها، تا این شده جلسه بعدی بیام راجع به دیتابیس هم صحبت کن. بذار اسم چیز بدم، حامد. First comment. خب اینو اینو کپی کنم، یه کامنت دیگه هم درست کنیم، C2 اسمشو میذارم سارا سکند، یا بذارم چیز کنم حامد، حامد کامنت، حتی نمیشه اینجوری گذاشت، حامد سارا. خب برای اینکه بخوام اونجوری بذارم بعد دبل کوتیشن میذاشتم و در جواب درخواست بعد از اینجا یه جواب بهش میدم با استاتوس کد 200 کامنت رو توش میفرستم بره. این هست. خب فکر کنم برای جلسه کافی باشه، بریم بیایم جلسه دیگه، میخوام یاد بگیریم که چجوری بتونیم این پروژه رو وصل بکنیم به مونگو دی بی بچه ها. فعلا خدافظ.